در دنیای امروز که به سرعت در حال تغییر و تحول است دسترسی به آموزش رایگان به منظور توسعه پایدار و رشد کودکان ضروری است اگرچه معاهدات بین المللی کنونی فقط حق آموزش رایگان در مقطع ابتدایی را در اولویت قرار می دهند کشورهای زیادی ناکافی بودن آن را تشخیص داده و قوانین ملی را برای گسترش حق کودکان برای آموزش رایگان در سطوح متوسطه و تا پیش نیز وضع می کنند. قابل ذکر است برای تسریع پیشرفت در سطح جهانی و تبدیل معاهدات سیاسی به تعهدات قانونی الزام آور حقوق بین الملل به طور آشکار آموزش رایگان حداقل یک سال دوره پیش و متوسطه را تضمین کند. مؤسسه مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما سی صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا از پایان مرحله مقدماتی تحقیق پژوهش و بررسی زمینه های لازم و زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر خبر داد این مؤسسه اعلام کرد پس از پایان مرحله مقدماتی بررسی و تحقیقات در این زمینه اکنون گام های اصلی برای ورود به مرحله بعدی برداشته شده است مؤسسه مسبال حسین علیه السلام در مرحله اصلی تحقیقات نیز مانند مرحله مقدماتی با دعوت از کارشناسان و متخصصان و افراد با تجربه در زمینه های مختلف مربوطه نشست های منظم هفتگی را دایر می کند شایان ذکر است این تلاش مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسبال حسین علیه السلام در راستای عمل به رهن و توصیه های آیت الله شیرازی مبنی بر لزوم تلاش هرچه بیشتر برای توسعه خدمات به زائرین اربعین صورت میپذیرد. سازمان اوقاف شیعه ایالت اتار پرادش هند طرح واگذاری زمین های موقوف به زینف آن به منظور خرید مسکن برای قشرهای های ضعیف تر را راه اندازی می کند در این طرح زینف آن منتخب باید هزینه ساخت و ساز را در اقساط ثابت بپردازند و از این طریق امید است این سازمان بتواند با درآمد حاصله برای قشر متوسط رو به ضعیف جامعه شیعی مسکن تهیه کند لازم به ذکر است در حال حاضر ایالات لکنو امرو جانپور بیجنور و مزفرنگار برای این طرح انتخاب شدند زیرا این مکان ها جمعیت زیادی از شیعیان در خود جای دادند و زمین های وقفی به وفور در آنها وجود دارد رسانه های سوریه امروز چهارشنبه از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه برزه واقع در دمشق پایتخت سوریه خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا تا این لحظه از میزان خسارات و وارد از این انفجار توضیحی نداده است در همین راستا یک منبع در فرماندهی پلیس دمشق گفت که صدای شنیده شده در منطقه برزه ناشی از انفجار یک خودروی شخصی بوده و تا کنون از مجروحان این حادثه خبری در دست نیست وزارت کشور سوریه اعلام کرد که صبح امروز یک خودرو در پاسگاه پلیس برزه دمشق رخ داد و در این انفجار یک افسر و چهار عضو دیگر آن مجروح شدند رؤسای کشورهای جنوب شرق آسیا امروز چهارشنبه در نشستی در اندونزی خواهان توقف فوری خشونت ها در میانمار تلاش برای ایجاد روزنه به سوی مذاکره فوری و ارسال کمک های انسانی همزمان با افزایش درگیری‌ها ها در این کشور شدند در همین راستا رئیس جمهور اندونزی که کشور از جزو این سازمان می باشد خواستار اتفاق نظر ده عضو دیگر درباره حل بحران در میانمار شد این نشست همزمان با افزایش درگیری نظامی و حملات هوایی علیه نیروهای مقاومت و شورشیان اقلیت‌های قومی برگزار شد. گفتنی است کشتار مسلمانان روهینگیایی طی سالهای گذشته به اوج خود رسیده و این نسل کشی توسط شبه نظامیان میانماری و در سکوت مجامع بین اتفاق انتفاق میافتد در حال حاضر خشونت علیه مسلمانان در سرتاسر سر کشور میانمار گسترش یافته است. منابع محلی در ولایت غزنه اظهار داشتند هواپیماهای بدون سرنشین مرکز این ولایت شهرستانهای خوگیانی، واقز و خاج عمری را تحت نظر دارند گفته می شود که هواپیماهای بدون سرنشین به ویژه در روز گذشته چندین ساعت در فضای ولایت غزنه زنی کردند گفتنی که سال گذشته هواپیماهای بدون سرنشین پس از پرواز در فضای این ولایت به شهرستان اندر و پایگاه پیشین نیروهای آمریکایی در حومه شهر غزنه حمله کردند. پیش از این نیز از گجزنی هواپیماهای بدون سرنشین در چندین ولایت افغانستان گزارش هایی منتشر شده بود. بیش از سی مسجد و 140 و حسینیه وابسته به شیعیان در کویت فعالیت ها و مناسک عبادی را احیا می کنند دایرت المعارف اطلاعات کویت ویکی کویت از افزایش مساجد و حسینی های متعلق به شیعیان اسمت و تهارت علیه مسلم در این کشور خبر داد به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه در این دایرت المعارف تعداد مساجد مسلمانان پیرو مذهب شیعه در کویت را تا کنون سی مسجد و بیش از 140 حسینی دانسته است که در مناطق مختلف کشور توضیح شده است شاهن ذکر است گسترش و ساخت مساجد شیعیان در کویت مرهون زحمات مرجع راهل حضرت آیت الله عظما سید محمد حسینی شیرازی قدس سر و شریف و برادر ایشان مرجع عالی قدر آیت الله سید صادق حسینی شیرازی دام از است و تاکید ایشان بر احیای شعار امام حسین علیه السلام می باشد دبیرخانه عطبات عالیات کشور عراق امروز چهارشنبه خبر از ادامه توسعه فضای زیارتی حرم ابراهیم اشتر و عبدالله ابن کازم علیه مسلام داد که این خود نشان می دهد این دبیرخانه از هیچ تلاشی برای رفاه حال زائران داخلی و خارجی در این کشور دریغ نمی کند به گزارش خبرگزاری اخبارشیه به نقل از دبیرخانه اتباط عالیات بسیاری از عطبات آلیات در سطوح مختلف در عراق شاهد عملیات عمرانی هستند تا فضای عبادی امنی را برای زائران فراهم کنند دبیرخانه عطبات آلیات در پایان افزود این کارها با نظارت مستقیم معاونت مهندسی این دبیرخانه و پیگیری مهندسان مقیم در این پروژه ها در حال انجام است انتظار می رود مسجد همز بگ در شهر تسالونیکی تسالونیکی یونان که توسط عثمانی ها ساخته شده است و با نام آلکازار نیز شناخته می شود تا سال 2025 به طور کامل بازسازی شود اکثر مردم تسالونیکی که این بنا را به دلیل سالها استفاده از آن به عنوان سالن سینما آلکازار می نامند در پایان گفتنی است پس از تبادل جمعیت بین یونان و ترکیه این مسجد دیگر به عنوان یک بنای مذهبی فعالیتی نکرده بود و به مالکیت بانک ملی یونان در آمده بود لاکن در سال 2006 این مسجد به وزارت فرهنگ یونان تحویل داده شد و از آن زمان کارهای مرمتی آن در حال انجام است